سوال، دیدید آدم های گرست نمیگن دینیمون ندارم؟ اوکی شنیدید؟ نمیگن ندارم. دوزی از کجا میاد؟ از فقر میاد دیگه، درسته؟ معمولا ما کی از خود دوزی میکنیم؟ آفرین، زمانی که شیطان حمله میکنه دوزی میکنیم. هدفش هم همینه. ولی تو وقتی بد میزنه و دوزی نمیکنی، آها جوابشو گرفتی. اینا مکاشفه هست هم به شما میگه جانه. درسته؟ این قوانین ما رعایت نکنیم، یعنی اصلا دنیای روحانی رو در نظر نگیریم. درست. من باید یه بیس مثلا تحصیلی داشته باشم. بله. اوکی. یا یه بیس شغلی، کاری، توانایی داشته باشم. پتانسیل داشته باشم، استعداد داشته باشم، یه چیز بعد داشته باشم. و جنبه‌ای که برای ما من الان دارم فکر می‌کنم که 100% نمی‌تونه جنبه روحانی باشه. یه سری ضعف‌های خود شخصی خودمونه. درسته؟ اوکی. نگاه کن، تمام جنگ های روحانی از طریق جنگ جسمانی شروع میشه، چون شیطان تو هوا که نمیتونه به جنگه، مشت در هوا که نمیکوبه، نمیره اکسیژن و نئون و کربن رو بزنه، که گازهای نمیدونم هلیوم و اینا رو که نمیزنه. بعد بیاد تو دنیای چی؟ فیزیک. و تو دنیای فیزیکی ما و هر چیزی که به دنیای فیزیکی ما مهمه و ارزش داره و قلب ما رو در بر میگیره، دل ما براش ارزش قائله، دل انسان همون جایی که گنجشه، جنگ ها از اونجا شروع میشه. میخواد آدم باشه، ثروت باشه، پول باشه، مقام باشه، تحصیل باشه، هر چیزی باشه میزنتش. خب پس از جسمانیته که به جنگ روحانی تبدیل میشه. تو میگه روح ها غیر قابل دیدنه. پس این جواب قسمت اولت که در واقع نمیخوای بگی که چون همش هم روحانی نیست. نگاه کن، کسی که به مسیح ایمان بیاره آدم روحانیه، نقطه تمام. تو نمیتونی روحانی نباشی. پس هر چیزی که به جسم تو هم بزنه روحانیه. همینطور که هر چیزی که میخوری باز روحانیه، چون بستگی به نوع فکر منه. دقیقاً. برای چی میگه جسمت اذیت نکن؟ خب دلم میخواد اذیتش کنم، میخوام یه چپون بچپونم توش. میگه زخم معده داری، فلانش نکن. دلم میخوام مال خودم. میگه تو اجازه نداری به خود مال خودته، چون این مال تو نیست، روح القدس اینجاست. مگه تو دعوتش نکردی؟ روح القدس آوردی زی مثل گنجش که آوردی روی درخت نشوندی، داری زی شاخه رو میبری. خب پس من نمیتونم بگم که فریبی که وجود داره. ما زندگیمون رو به دو قسمت تقسیم کنیم. ما ایماندارا فقط یه زندگی داریم. اینو هزار بار به خودت بگو تا 10 سال دیگه برات مکاشفه بشه. اینقدر بگو، اینقدر بگو، اینقدر بگو تا خدا برات باز کنه. ما فقط یه زندگی داریم و اونم زندگی روحانیه. جسمانیتمون هم روحانیه. خیلی کارا سر جسمت انجام نمیدی. چرا نمیدی؟ چرا نمیری تتو کنه یارو بعد از ایمانش؟ میگه که نمیخوام یه عقرب بندازم اینو. چرا نمیکنی؟ جسمه، چون ایمانم نمیذاره. چرا کارت نمیخوام بندازم اینجا ببرمش؟ چرا نمیخوام بکنم؟ چرا نمیخوای خودتو بکشی؟ یا میترسی بکشی؟ یا نمیکشی؟ آها، پس تمام اینها در واقع با اینکه روی جسم ماست. خب چرا پولمو صرف ببخشی شهوت و چیزهای زشت نمیکنم و نباید بکنم؟ چون که ایمانم به من میگه. پس ما آدم روحانیم. پس ما فقط یه زندگی داریم. ما عادل هستیم یا نیستیم؟ میتونی بگی آمین؟ مگه نمیگه عادل به ایمان زندگی میکنه؟ زندگی یعنی چی؟ یعنی زندگی. من عادلم پس زندگی میکنم. میخوری، میخوابی، بلند میشی، میگه برای کی بکنه جلال؟ پس من آدم روحانیم. تا
تو آدم روحانی هستی. ما همه روحانی هستیم. نمیتونیم غیر از دیگه باشیم. حتی جسمانیتمون هم تحت روحانیتمونه. آمین. ولی طول میکشه تا بفهمیمش. اشکالم نداره. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه. ولی یه جا مکاشفه بعد شخص بشه من فقط یه زندگی دارم، اونم روحانیه. به خدمتم ربطی نداره، به گیشیش و بالا پایینم خادمم نداره. هر کسی وارد ملکوت خدا میشه یه زندگی داره، اونم روحانیه. بیزنس میکنی، کار میکنی، تحصیل میکنی، ازدواج میکنی، هر کاری میکنی روحانی. عادل به ایمان زیست میکنه. پس این یه قسمت. آره. آره. مثال بود اون حالا. آره. اوکی، درسته. اوکی، آفرین. به خودش نمیرسه. خب. پس این میشه، اینم جزء جنگ‌های ماست. آفرین. یعنی جایی که ما باید اینجا حالا آفرین. تو قسمت مالی هم همینه. تماشا را. یا. الان گرفتی؟ داستان همینه. دقیقاً درسته. چرا این کار کنیم؟ داریم همینو میگیم ما. خیلی چیا؟ مشکل دارن. و مثلا من الان این چند وقت داشتم همش نگاه می‌کردم، فلان گروه، فلان دسته، گروه چه می‌دونم عربستان اینجوریان، نمی‌دونم یهودیا ثروتمندن. بعد داشتم به خدا می‌گفتم که خدایا تو خدای من هستی، من می‌دونم که تو خدای درست هستی و تمامی قدرت، این قدرت که بله، قدرت، حکمت، پادشاهی فلان در آسمان و زمین در دست توئه. در آسمان دست خدا هست، اما در زمین نه. باید بگیریم. نه نه نه. میگه اسلحه جنگ ما جسمانی نیست. میگه جنگ ما جسمانیه. اسلحه جسمانی نیست. اول قرآن، دوم قرنتیان مگه چی میگه؟ اسلحه جنگ ما جسمانی نیست. جنگمون جسمانیه. اسلحه‌اش روحانیه. متوجه شدی؟ از طریق جسم میزنه، ولی تو از طریق جسم نزن، از طریق روح بزنش. گرفتی؟ اون قشنگ خود کتاب مقدس میگه. من کیم که تایید کنم یا رد کنم؟ کلام خود خودش داره به ما میگه. نه آره، قانونه، بله. نه مثال حالا چطوری جسمو مواظبت کن، چطوری بهش برس. آره بشم یا نشم؟ نه، من فکر نمی کنم مثلا یکی بگه که من نه میتونم پولدار بشم، نمیخوام، نمیرم. به تو برو. خب ما میفهمیم چی داریم چی نداریم، میریم جلو. اوکی، وقتی زمانش اصلا روحیه است، شخص اصلا هست. فقط میگه من پول در میارم، از آشغال پول در میارم. آدمایی هستن دست به هر چی میزنن پول میشه. خب ما میدونیم که حالا یه مثال بزنم. من خیلی تالنت دارم، این خدا داده. ایده هایی میدم به خیلی از افراد که موفقم میشن، ولی هیچ وقت خدا اجازه نمیده که خودم دست به هیچ کدامش بزنم. بارها هم گفتم برای چی به من میدی؟ عمدنم نمیذاره. حالا یه حالت استثنایی وسط، یه حالت نه اینه نه اینه. خب چون قبلا میتونستم، از هیچی میتونستم، الان اصلا نمیذاره. میگه تو نباید بکنی، ولی اینها رو برکت بده،
اینها رو تعلیم بده، اینها رو چی کنه، اینها برای ملکوت من بکارن. نمیدونی من چقدر ایمیل دارم از این افراد که مس بیزنس دارن و دارم میگم به ما نگاه هایی دادی که جلوی سوراخ هایی که شیطان از ما میدوزه داره میگیریم. نمیدونی چقدر از این آدم ها دارن یاد میگیرن که چطوری موفق تر شدن از جاهای مختلف. خدا میگه اینها رو برکت بده، به اینها یاد بده. خب حالا این گروه دوم به این معنی هم نیست که ما بشینیم هیچ کاری نکنیم. من میدونم باید چی بشم، اما خدا میگه نمیخواد. یکم هر کاری میکنه میگه نه، دعوت من یه چیز دیگه است. ما باید یه بیسی داشته باشیم، یه تحصیلی داشته باشیم، یه امکاناتی داشته باشیم، یه هوشی، یه ذکاوتی، یه چیزی باید داشته باشیم. من نمیتونم هیچ سوادی هم ندارم، هیچ کارم نداشته باشم، یه دفعه مثلا مثلا دکترای الهیات مسیحی بگیرم. میگم تو پنجم دبستان نداری، از اون الان غلط مینویسی. و بخواد دکترای الهیات مسیحی بگیری تو حداقل باید هزاران کتاب 5000 صفحه‌ای بخونی. کلی چی باید داشته باشی؟ با مکاشفه گرفتم تو دکترای الهیات نمیتونی بگیری. تو باید تحصیل بکنی. خب یارو میگه من تحصیلی نیست، اصلا فکر من تحصیلی نیست، فکر من کاریه. خب پس ما میدونیم که به هر حال در واقع یه بیسی باید داشته باشیم که به یه جایی برسیم. یا من وقتی اومدم برای ادامه تحصیل گفتم من میخوام برم، خود مسیر زندگی من عوض کرد. اصلا مسیر زندگی روحانی من اینجا شد. گفت نگران نباش، اگه طبیب جسم آدم ها نیستی تو رو طبیب روح آدم ها میکنم. پس جهت ها من میدونم، اما تجربیاتی هم دارم. چرا من رفتم تو جنگ بعد اونجا این همه تو تالا میستم که امروز بتونم اینا رو یاد بگیرم؟ الان قراره دوباره برم فرمانده جنگ بشم. تو که تجربه دارم، خدا طرح و نقشه دیگه برای من داره. پس ما به عنوان ایماندار باید بدونیم دعوتمون چیه. من همیشه اینو میگم، به عنوان ایماندار، به عنوان شخص عادل، استودنتی تاپ استودنت، بیزنسمنی بیزنس وومنی د بست، واعظی من همیشه اینو میگم باید بهترین پریچ باشم. اگال کیا قهرمان واعظان در ایرانی، من میخوام بهترین باشم در خدا، چون دعوتشو دارم. تحصیل میکنم، وقت میذارم، زمانی که شما خوابید من نشستم دارم دعا میکنم از خدا یه چیزی بگیرم، بقیه هم برم بخوابن، اشکال نداره. تو هر چیزی بهترین باش، تو هر چی میخوای باشی بهترین باش، تو پادشاهی خدا بهترین باش، خادمی بهترین باش، هر چی که هستی بهترین باش، بهترین ایده تو بده، بهترین خلاقه. وقتی تو دنبال بهترین هستی، خب دسترسی تو به خلاقیتت و خلقت خدا بازه که خدای به تو میده. تو که افتخارش در نهایت برای کیه؟ برای خداست. بهترین باش. واقعا تصمیم گرفتی که تو کلیسا بهترین باشی؟ میخوام بهترین بشم. آقا میخوام تسلی بدم، میخوام بهترین باشم. میخوام اولی کسی باشم که آغوش سلام عزیزم، خیلی خوشحالم میبینم تو، خدا رسو خیلی خوشحالم چهره اول میبینید. بفرمایید من چه کمکی براتون میتونم بکنم؟ بهترین باش. دکور میکنی بهترین باش. کارتو انجام میدی بهترین انجام بده. کیک چای هر کاری میکنی من بهترین باشم. من میخوام مسح بهترین رو داشته باشم. نه برای اینکه دیده بشم. چون میتونم بهترین تاثیر رو تو جامعه ایرانی بذارم. خب سوال، من با بهترین بودن شما به من بگید من اینجا چی دارم الان؟ جواب به من بدید. من خودم باور دارم یکی از واعظین خوب ایرانی هستم. به عنوان معلم، به عنوان واعظ، این یکی نمیگم بهترین، یکی از بهترین ها هستم. این باور دارم. سوال چی دارم الان؟ از دنیاوی چی دارم من؟ هیچی. آفرین، آفرین. پس دنبال این نیستم که بگم دنبال فخرش هم، حالا اینو میارم، اینو میارم، ماشین میگیرم، خونه آنچنانی. پس دنبال اونم جایی بود الان باید میداشتم که بهتم میگه آها یارو دنبال اینا، میبینی همرم داره. پس دنبال هیچ کدومش هم نیستم، ولی حداقل اون مسی که دارم میخوام بهترین باشم. تو بگو من میخوام بهترین باشم. شفا میخوام، من میخوام بهترین باشم. تو پادشاهی، پادشاهی برای من جا افتاده، پادشاهی برای من جا افتاده، من تو پادشاهی زندگی میکنم، تو پادشاهی دارم راه میرم، پادشاهی برای من، من تو پادشاهی، پادشاهی در منه. اینقدر راجب اینقدر دعا کردم که خدایا این واژه پادشاهی تو همه ملکوته، همه تو اومدی گفتی پادشاهی، ملکوت، ملکوت، این چیه؟
این چیه که انقدر راجبش حرف میزنی؟ ملکوت مثل زمینه، ملکوت مثل عروسیه، ملکوت مثل باغه، ملکوت هر چپ و راست میره ملکوت، ملکوت اینه، پولتو بده برو ملکوتو بگیر، برای ملکوت بکار، برای ملکوت این کار کن، ملکوت صلح و آشتیه، ملکوت سلامتیه، همش شده ملکوت. آخه چیه که این همه راجبش داری حرف میزنی و ما هیچی نمیفهمیم از این ملکوت؟ همش شده ملکوت برای ما هپروت. دیدید؟ ملکوت یعنی هپروت. هپروت هم یعنی چی؟ خیال و فانتزی آسمان. بابا رو زمین ملکوت. پادشاهیت چنان که در آسمان است رو زمین آید. اما قبل اینکه رو زمین بیاد، ما باید شناختی از آسمان داشته باشم. به همین دلیل خدای نگاه منو باز کن که ملکوت تو رو در آسمان بشناسم که بعد بتونم بیارمش رو زمین. نگاه هم ملکوتی باشه، فکر هم ملکوتی باشه، رفتار هم ملکوتی باشه. ملکوت یعنی چی؟ اینقدر میگم که با این ملکوت مال من نیست، مال خداست، من فقط توی سلطنت دارم میکنم و من یه تیکه از ملکوتم، نه تمام ملکوت. ایده زیادی هستم برای ملکوت خدا دارم کار میکنم، چه خوشم بیاد چه نمیاد، ولی حداقلش اینه شیطان، خب ملکوت شیطان بره عقب. یه زمانی توی ایران میگفتن آقا رژیم شاه بره مهم نیست، چپیا، راستیا، این، اون، کمونیست، حزب الله، فقط میگفتن شاه بره بیرون. شما فکر کنم میدونید، اوکی؟ تو خط فکر سیاسی بودی، فقط دنبال این بودن که این میخواد بره بیرون. من فقط دنبال این هستم ملکوت خدا به هر شکلی توی ایمان مسیحی بره جلو. میخواد باپتیست باشن، میخواد پنتیکاستی باشن، میخواد کاریزماتیک باشن، میخواد برادران باشن، میخواد این باشن، این باشن، این باشن، این باشن. خب پادشاهی خدا بره جلو. مال من نیست که ناراحت بشم. فلانی رفت داره چیکار میکنه؟ کجای پادشاهی داره گل میزنه؟ فلان جا خدا رو شکر داره گل میزنه برای خدا. هیچی، رفته نشسته تو خونه. خب چیکار میکنه؟ هیچی، هیچی، هیچ کار نمیکنه. پس این تو پادشاهی کوش. به همین دلیل میگم اگه میری پادشاهی خدا رو ببر جلو. مهم نیست کی، کجا، چطور. پس بیا بهترین برای پادشاهی باش. حداقل فکرش که میتونی بکنی چی بهتره، چی زیباتره، چی عالی ترینه. بیا شروع کن بهترین باش برای پادشاهی خدا. من ارزشم از خدا میگیرم، چون که ارزشم از خدا میگیرم، خدا بهتر و بدتر رو تعیین میکنه. شما دیدید چرا درد میکشم، چرا افتادی؟ مثل خیلی ها میگم خودش خواست، تقصیر خودش بود، خود کرده رو تدبیر نیست. چرا باید گریه کنی برای آدمی که افتاده؟ چرا باید درد بیاری برای آدمی که معتاده؟ برای آدمی که تو فحشایی، برای آدمی که اسیره، چرا باید گریه کنی؟ این برمیگه به رابطت با این پادشاه. شما اگر میخوای پادشاهی کنی، باید با یه پادشاه راه بری یا رفاقت کنی یا یه پادشاه، زندگی پادشاه رو بشناسی. غیر از این میشه؟ سعی میکنم مسیح برای من نجات دهنده هست، مسیح برای من خداوند من هست، مسیح برای من همه چیز هست. اما حداقل تو سالهای گذشته مسیح به طور خاص برای من پادشاهه. به هیچ چی دیگه‌ش هم فکر، چون خیلی از زوایاشو تو سالهای گذشته شناختم، الان بود پادشاهیش برای من مهمترینه و دارم زیر روش میکنم این پادشاه، شخصیت این پادشاه. شما اگه دقت کردید انجیل رو هر سال با یه نگاه متفاوت به از شما میگیرید، همون آیه رو یه روز اینوری میبینیش، سال دیگه اونوری میبینیش، یه روز ملکوتی میبینیش، یه روز هویتی میبینیش، یه روز با جنگ روحانی میبینیش، یه روز با مس میبینیش، همون آیه رو. چرا؟ چون ابعاد مختلف این پادشاه داره. ولی به طور خاص راجع به پادشاهی الان، پادشاه، مس پادشاه، اقتدار پادشاه، حریم حکمرانی این پادشاه، شخصیت این پادشاه. پس اگه قرار من شبیهش بشم، الان میخوام شبیه پادشاه بشم. یه زمانی میگفتم محبت، اوکی، شروع کردم رو محبت شبیه این خداوند بشم. یه زمانی هویت بود، میامونم یاد میگرفتم هویتمو در این پادشاه پیدا کنم. یه زمانی بود اطاعت از این پادشاه، من رفتم تو اطاعت از این پادشاه. الان زندگی تو راه رفتن با این پادشاه برای من مهمه و بارها دعا میکنم خدا این پادشاهی آسمان رو قبل از اینکه بیا رو زمین بهم نشون بده. پروژش فکر بکنید. شما هم میگه دل تو کجاست؟ همون جایی که نگرانی، میگه گنج تو کجاست؟ همون جاییه. باور کنید برای شما هم همینه، نه که مثال دارم میزنم چون منو میشناسید، دارم با شما صحبت میکنم. درگیری فکر من، دلم کجاست؟ الان تو آسمانه. هی چیزایی بهم نشون بده، هی مکاشفاتی بهم بده، چیزهایی برام باز کنه، چی تمام نگرانی من فعلا الان آسمانه.
به خاطر این چون که درگیر آسمانم از اون برم بیشتر دارم میگیرم. مشغول اونجام. خب وگرنه رو زمین هست، جنگش هست، بالا هست، با این هست، میدونم از کجا دارم میخورم، میدونم از کجا داره میام، میدونم برکت هست، خب اون برم هست. امروز با یه نفر راه دور صحبت میکردم. خب نوبتش شده بود، داشتم باهاش صحبت میکردم. گفت آره یه مدتیه من یه بیماری ارثی داشتم. تو این بیماری ارثی خدا این لعنت رو برداشت و من شفا پیدا کردم. اما عوارض اون باقی مانده. عوارض اون این چیه؟ که استخوان‌های من اون غضروفی که روشه غضروف نیست و استخون رو استخون داره میچرخه. خود اون بیماری ژنتیکی رفته، دیگه هیچی نیست، پیشرونده نبوده، توقف کرده. به خاطر همین خدا رو شکر اون دردهای پیشرونده همه چی استوب شده، از همه جا رفته، فقط دو تا استخونم هست که اونم استخون پامه که اینجا. رفتم دکتر، گفته که بعد جراحی کنی، سری بعد فلان کنی، 30 میلیون هم هزینته. خب و من دارم دعا میکنم خدایی که لعنت برداشته این عوارضش هم برداره. گفتم که اوکی چی کردو که دعا کن برای من. گفتم که خودت چی تو قلبته؟ یه جمله بهم گفت، میخوام اینو بهت بگم. یه جمله بهم گفت، این جمله این بود: حاضرم 30 میلیون رو برای پادشاهی خدا بدم، خب اما جراحش هم خیلی سخت نیست. نمیدونم میدونید یا نه، معمولا خب یه آمپولای خیلی بلنده خب میذارن لای در واقع دوتا استخون، یه ژلی تزریق میکنن، این ژله میره میشینه خودش میبنده، اوکی، بعد میشه مثل یه بالشت. اصلا جراحی نیست، یعنی چیزی باز نمیکنن. ها 30 میلیون میگیرم برای این. پیچیده هم نیست که بگی ترس از جراحی و اینها وجود داره، خیلی خیلی ساده است. گفت به خدا، گفتم خدایا اگر من حاضرم این 30 میلیون رو برای تو بدم، اما برای خب لعنت استفادهش نکنم، برای برداشتن لعنت استفادهش نکنم، برای پادشاهی تو میخوام بدمش. گفتم نگاه کن فکر چیه، چرا من با پولم خرج در واقع لعنت بکنم، برای چیزهای خرج بکنم که در واقع خب چطوری داره اتفاق میفته؟ خب ما پیر هستیم، مریض میشیم، فرسوده میشیم، اما نه پولایی به این گندگی ها رو مثلا مجبور مثلا 100 میلیون داره میده که برای بچهش نمیدونم فلان بشه، کلیه اون میشه، اون یکی اون میشه، خیلی چیزها میشه. فکر میکنید خدا راضیه آخر کار یا هنوز باز مریضه، فقط داره پول میره؟ بیچاره همین قرض میکنه، خونه میفروشه، همه اینا داره میره. مثالایی که شما زدید آفرین، و مثالی که شما زدید چیزی که تو واقعیت ما داریم میبینیم. ولی سوال اینه که هرچی من بیشتر قانون خدا رو بشناسم، موضوع این نیست که ما هیچ وقت نمیمیریم، چون که مرگ زمینیه. اما یه نکته خوبی گفتی، بیا ما به اینا نگاه بکنیم، به اونهایی که موفقن نگاه بکنیم، به اونهایی که پیروزن نگاه کنیم. عبرانیان اینو داره میگه، میگه اکنون باب 12 میگه اکنون که چنین ابر شاهدان گرد گرد خود داریم بیاییم. این همه ما نمونه داریم، نمونه از زمین و زمان داریم، بیاییم به اینها هم نگاه کنیم که اینا چطوری دارن میرن جلو و چطوری دارن عمل میکنن. اونها هم یکی مثل من و تو هستن. باور کنیم بعضی مواقع من زندگیه مردان زنان زیادی رو میخونم، زنان خدا، مردان خدا رو زیاد میخونم، کسایی که بیداری روحانی که از خودشون گفتن، از قلبشون، از دلشون، از ضعفاشون، باور کنید وقتی نگاه میکنم دقیقا مثل من و تو هن. هیچ برتری بیشتر از من و تو هم ندارن و بعضی جاها حتی احساس میکنم که ضعیفتر از ما بودن، ولی یه چیز رو حقیقتی گرفتن و روم رفتن جلو و همشون فقط یه چیز میگن. اگر دقت کنید تمام کلیساهایی که رو آیات و معجزات کار میکنن، تمام حرفشون روی کینگدامه، پادشاهی، 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 پادشاهی. تمام حرفشون از واعظین گرفته، از بنهین گرفته، از اون برادر گرفته، از اون برادر گرفته، از اون یکی گرفته، اون یکی گرفته، پادشاهی خدا. پادشاهی خدا، این حق پادشاهی، این قانون پادشاهی، رو قانون راه برو انجام بده، رو عدالت راه برو سلامتی میاد. گفتم مسئله اینه که مریض نمیشی، سرما نمیخوری، نمی دل درد میگیره، مسموم نمیشی. ولی
یک سری چیا هست که واقعا ما داریم فلوت فقط داریم از دست میدیم. چقدر انرژی های ما داریم از دست میدیم؟ چقدر انرژی باور کنی خود من داره از دست میره؟ به خاطر چی درگیر چیزهایی هستیم که در واقع این انرژی باید درست استفاده بشه. هی من باید مثلا 6 برابر 10 برابر اون انرژی بریزم که 8 تاش اینجا بره 2 تاش برسه به بیرون. چه 2 تا داشته باشم همین 2 تا هم همینجا میره دیگه. چیزیش نمیمونه برای بیرون. که بتونم با حال هی باید بیشتر از حد داشته باشم. بیشتر از حد بگیرم، بیشتر از حد بدم. در صورتی که باور کنید همه شما دارید. ای دوست داشتم بارها کنفرانس ها زمانهای خوبیه. این کنفرانس هم برید کنار بقیه میشینید. خب ببینید چقدر داری. خودتا چقدر داری. چقدر من دارم. دانشم نه. خیلی چیزا داری. خدای من توی پادشاهی چه کارم؟ دعوت من چی اینجا؟ خواندگی من چیه؟ هر چی که هست میخوام بهترین باشم. بهترین باشم. اینو بارها بهتون گفتم، بازم بهتون میگم. خدا رو شکر برای عزیزان آشپزخونه بیا حالا خیلی چیزها. قدیما به خاطر وضعیت مالی یه شیرینیای بود 99 سنت همه چی توشه. همه بسکوتی توشه، این دراز و کوچیکا، شکلاتی، همه چی 99 سنت تو لیدل هم هست. به قول معروف دیگه سوسیالیه این. ارزان‌ترین شیرینیه که در واقع نیم کیلوه. خب وقتی هیچی نداره بیا نفر بدی اینو بریزی بده مهمونت بخوره دیگه، هیچ چیزی توش نیست، معمولا هم میمونه کسی نمیخورتش. خب اینا رو میآوردم میریختم توی سینی 5 تا بسته، این درازا رو میآوردم دور این بشقاب میچیدم، ستاره یاش رو میذاشتم یه ردیف دیگه، قهوه یاش و نارنجی یاش و اون که در وسطش مثلا یه ذره مرباس اونا رو یه جور دیگه میذاشتم، اینقدر قشنگش میکردم، دستمال میذاشتم. حالا نمیخوام خدا نکرده شما رو، خدا رو شکر گفتم برای وجودتون، اصلا این نیست. میخوام بهت بگم که همیشه دوست داشتم خب در ملکوت خدا بهترین بادم. یعنی وقتی میشستم یه چیزی رو اینطوری کیت صداش در میومد نگاه میکردم برق میزنه، بابا بشور بوده بده اونجا باره دیگه، حالا این همه، حالا کی میفهمه؟ میگفتم قرار نیست کسی بفهمه، من برای مسیح دارم کار میکنم تو پادشاهی. کسی نبود ببینه، همه خونه هاشون بوده، منم داشتم تمیز میکردم، آشپزخونه داشتم ته میکشیدم. وسط هفته میومدم خب ایرانی بازی، تمام صندلی ها رو تنهایی میچیدم رو هم دیگه کنار دیوار. اون کلیسای قبلیمون کاشی بود، خب سطل آب میرفتم 2 طبقه پایین، سطل آب میآوردم اینطوری میریختم وسطش، ایرانی بازی، بعد با تی میشستم. بعد اونجا که رو آب نبود میآوردم تا یه جایی با دستمال دوباره میچلوندم، هیچ کس نبود، سرود برای خودم میخوندم، برای خودم پرستش میگم، گفتم بهترینه. برای چی حالا میخوام واعظ بهتر باشم؟ چون که تمیزترین لیوان رو میشستم، تمیزترین زمین رو انجام میدادم، تمیزترین پذیرایی رو انجام میدادم. متوجه شدید؟ در صورتی که میدید روحی من پرفکشن هم نیست، دیدی که بی خیال، حالا دیدی پرفکشن هم نیستم، آدم وسواسی هم نیستم برای شستن و برای این چیزا، خیلی آدم راحتی هم. ولی به خدا که میرسه میگم بهترین، بهترینم رو میدم. اینقدر گفتم تا تو ذهن من نشسته بهترین. برای چی با آدم میگم تو بهترین خدایی؟ برای چی با آدم میگم بهترین تو بده؟ برای چی با آدم میگم تو میتونی؟ چرا بهشون میگم؟ از کجا میاد؟ این خودت باید اینقدر به خودت بگی تا این برای جا بیفته. هر چی که دارم بهترینه، سلام علیک، انتظاماتم بهترین. شروع کنیم تو این قسمت، واقعا تو این فصل بهار من میخوام بهترینم رو بدم. شروع کنم پادشاهی خدا رو بشناسم. امسال راجع پادشاهی خداست، هنوز جا نیفتاده. فکر کنم هنوز تنها سالی که در واقع هنوز برای افراد جا نیفتاده این امساله. دعا رو میتونستن بفهمن، هویت رو تونستن یه ذره بفهمن، اطاعت رو تونستن بفهمن، چطور رو فهمیدن، مست رو فهمیدن، اما این پادشاهی اینگاه خیلی غریب است براشون، چون فاصله اش خیلی از آسمان تا زمینه، هنوز جا نیفتاده. به نام مسیح یه چکم دیگه بریم جلوتر، این جا بیفته. وقتی برای جا افتاد پادشاهی، اون موقع میگه واو، الان من باید شروع کنم پادشاهی کردم، شروع کنم سلطنت کردم، این حق منه.
مال منه و اجازه نمیدم هر سلطنت دیگه خارج از سلطنت خدا سلطنت کنه، در من، بیرون من، در هر جای دیگه. آمین. تجربه من اینه، بهترین دادن همیشه بهترین کار نیست، بعضی موقع بهترین غیرته، بهترین وفاداریه، وفادارترین میشه، غیورترین هم هست، و بعضی موقع همیشه قرار نیست یک کاری انجام بشه. خود بودن خودش فعله. این یک. دو، خدا اگر قرار ما را از یک مرحله به یک مرحله دیگه ببره، یه دری برای ما باز میکنه و قشنگ به ما میگه که الان در این قسمت قبلی نیازی نیست، افرادی هستن و آسودی خاطر، تو میتونی با غیرت استادی کار بسپاری، بری در یک جایگاه دیگه بیستی چون که اونجا نیازه. اینطوری روش خداست. تجربه من اینه، تا جایی که هنوز نیاز برآورده نشده یا در جدیدی باز نشده، من در سر جام میمونم، منتظرم که خدا دری جدید برای من باز کنه. ما بقیش حداقلش اینه، دوران وفاداریمو و دوران غیرتمو دارم سپری میکنم. آمین. تا اینکه بدونم من اوکی، یا کسی هست انجام بده و نیاز دیگه وجود داره، خب من باید به اون نیاز برسم. برادر من یه نیاز مهمتر میبینم تو کلیسا، برادر من یک چیز ضروری تر تو کلیسا میبینم که اینو احساس کنم من میتونم به عهده بگیرم، من میتونم انجامش بدم. چیه؟ اینه. اوکی، دعا بکنیم. اوکی، پس بیا برو در این جایگاه بایست. این روش درسته. توی میگه زمان به کمال رسید، خدا پسرش رو به جهان فرستاد. زمان به کمال میرسه، ما رو میفرسته به یه جای دیگه، یه پوزیسیون دیگه، یه جایگاه دیگه. شما سوال فکر نمی‌کنید خب من برای، خب می‌دونید چه آدم دوست دارن اینجا باشن الان بشینن؟ نظر چیه؟ اوکی؟ شما نظر چیه؟ ولی الان خدا میگه همینجا باش، به همینو وفادار باش، به همینو با غیرت برس، با همینو برو جلو. سالها کاشتی، هنوز تو کار داری. اینجا چیکار میکنم؟ فقط کار من نیست، غیرت من داره کار میکنه، وفاداری من، چون خدا میگه بکن. خدا را شکر برای وجودتون، فیض و محبت و آرامی و قوت خدا باهاتون باشه. خب از همین امروز، نمیگم از هفته دیگه، نمیگم از یک شب، از همین امروز، هر چی که هستم، خب میخوام بهترین بشم، عالی ترین. تلاش هم میکنم، شاید موفق نشم ولی تلاش هم میکنم. من به این چی که هستم قناعت نمی کنم، ولی در اون چی که هستم شادی می کنم، ولی به سمت بیشتر میرم جلو. شما هم برو جلو. اوکی؟ بهترین تو بده، عالی ترین تو بده، شروع کن. بهت قول میدم سه ماه دیگه خودت درد یه شادی، یه شعفی به وجود میاد، یه خوشحالی به وجود میاد. احساس میکنم آره انگار من اینو کم داشتم، با اینکه میکردم. هر چی هم که انجام میدی شروع کن به بهتر انجام دادن. آب میدی؟ خب خدا رو شکر اولش خیلی خوب آب میدی، بعد مدتی شروع کن تنوع در نوع آب دادن. خب خوش آمد میگی، حالا بیا تنوع در خوش آمد گویید بده. پیغام میدی، الان بیا تنوع در نوع پیغام دادنت بده، بیا بهترش بکن. آمین.